بردم بگم صدا داره تصویر نداره. عموماً اینا می وقتی که صدا داشته باشه تصویر نداشته باشه همه لایت ها اینو می سوزه، چراغا داخل اینو که عامیانه تر بگیم. بعض به اسم اصلی و کمو بخش بگلایت میشه، به سلالی روشن میشه، صدا داره تصویر نداره، اون لایت ها اینه که ما این وا کنه که اون لایت ها رو تعویض کنه. زیادتر اینا و می بخش همی لایت ها اینه که مشکل میخوره، چون به خصوص به می زمستان ها نم و رطوبت و اینا، چون برقام کم نوسان داره به می حساب ها و می لایت های مشکل میخوره بیشتر اینا. باز شد این بخش همین ماشین، خود همین ماشین ایلیدی هایی که تخت به حساب میگم که چند بخش داره، بخش اول پاور اینه، بخش دیوم همین بگلایت اینه، بخش دیگه صدا اینه، اجدیمای و فلاشی و وانتنی و این بخش ها اینه. هنال این بخش بگلایتی که به حساب همون لایتار برق میده، همی این بخش اینه که باز به زور که میره که لایت ها اینه کنال این لایت های بسخته که بخش مگری واقع کنیم که با لایت ها خود شما باز میدیم. قبلا هم باز بو شده بوده، چون همی با همی لایت ها از اینا یک سال یک نیم سال همی خونه بیشتر کار نمیکنه، چون دیگه چراغ مثل می گروپا و اینا دیگه وقت چی میشه و یکم استفاده اینا که خیلی استفاده میکنم، از صبح روشن میکنم تا ده دوازده بجه شب روشن داغ میاد، عموما به مو حسابم اینا خور خراب میکنه میسوزه دیگه. دقت باید خیلی دقت چه، چون این شیشه خیلی نازکه، یکی هم باید نفر مهارت همی تجربه اردشته باشه. همی کسایی که از رو مثلا وامی کنم نو برای سه چهار ماه پنج سال چیز پنج ماه اینایی که آمادم پنج شیش ماه اینا اوقدر تجربه خاصی ندارم، وقتی وامی کنم همی صفحه پیش اینا مشکنه، چون باید خیلی دقت چه، چون اینا خیلی نازک هم هست، پلاستیک قیده، بعد از او از بیشتر اینا از مو چیزای از می دیلمه مخصوص وابسته شه که خوب سه اینه همون قیده اینا خراب شه، بعد دوباره بسته شه بشینه که اونا وا میکنن کش میکنن، بعد به مو تجربه کمی خاص خواشی بیتر تره چون نقصانی نشه. استفاده خیلی کنم همون تا صبح تا شم روشن باشه، اینا یک سال همه خونه کار میکنه. اگه باز تایمی کاری اینا که کمتر باشه روشن یک نیم سال دو سال، که چون اینا لا همون چراغ داغ میایه، به همون حساب که داغ بیایه، هرچی داغ بیایه فرسوده میشه خراب میشه، بعد اینا تعویض شه. مرحله زی رسیدیم که آن وا شد، آماده شد، انال اگه لایت های رو باید ما تعویض کنیم. یه بعض از این که آن لایت ها دیگه رو تعویض میکنیم که آن اینا رو مندازیم، خیر آماده میشه، روشن میکنیم.
تلویزیون اگر کلونتر باشه باز لایت ها اینا بیشتر میشه، مصرف اینا بیشتر، چون هرچی که لایت ببره ما از تلویزیون ها 32 اینا 400 300 همی خونه اجرت با ما میمونه که با 1000 بگیریم. تلویزیون کلونتر باشه 500 600 700 اگر 55 اینا باشه، چون خیلی کلون رو وابسته کردنه و مسئولیت هم که باز همچنان داره، اونو 1000 اجرت های اینایه. انداختن از اینا، همی بسته کردن از اینا، باید همی پلاستیک کمال اگه انداختم این باید خوب صحیح بشینه، هم قیطا از این که صاف باشه، چون این شیشا خیلی نازکه، او هم که نازکه او دیگه گنجایش نداره، وقتی اگر نشینه او قاب تحریر بگذاره من فشار بده این مصفه میشکنه، هنمیر باید کم یمیت خوب صحیح سنجیده کار کنه که خوب صحیح صاف باشه باید. LCD در مجموع چند بخش داره که یک بخشی رو به حساب خودمی صفحه LCD میشه که به حساب افغانی خود ما میگیم صفحه LCD در است. اینا کفایسی داره و در حساب رطوبت خراب میشه. خانه های افغانستان هم طبیعتا رطوبت زیاده داره و امو رطوبت باعث میشه که شرطی به وجود بیایه و ایسی ها از اینا بسوزه. ایسی ها از اینا انشالله رحمان 3 سال میشه در افغانستان جور میشه و 2 تا دستگاه در افغانستان هست که یکی ما داریم یکی هم یک دوست دیگه انشالله رحمان. حالا که شما اگر تصویری از این صفحه بگیرین میتونین ببینین که چی مشکل داره و انشالله مشکل چی رقم حل میشه. واقعیت ببینیم که چون که خونه معیاری نیه این چیز ناممکنه، خب اون تا میتونن بعضی کارهای بکنن که کمتر اتفاق بیفته، مثلا بگذارن هوا بیایه طول روز در پنجرار باز کنن، پنجرار پلاستیک خیلی محکم نزنن، یک هوای بالاخره به داخل خونه بیایه و پس بیرون شه. یک دومن کوشش اینا بیشتری باشه که تلویزیون ها به آشپزخانه نزدیک نزنن یا جایی که مثلا تلویزیون اینا به اونجوگا پخت و پز نکنن، چون که اون بخار باعث میشه که اون رطوبت به وجود بیاد. دیگه چاره دیگه نداره چون سیستم ها معیاری نیه، در اصل خود سیستم ساختمان سازی ما معیاری نیه و رطوبت به وجود میاد. اگر بتونن هوار به داخل خونه به گردش بندازن در روز انشالله در پنجره باز کنن و
امو تلویزیون خور از آشپزخانه دورتر نصب کنن یا جایی که تلویزیون نصب اونجا پخت و پز نکنن، ان شاء الله رحمان این مشکل کمتر به وجود میاد. واقعیت هم همیت بود، جلوتر از 3 سال LCD که مشکل پیدا میکرد، باز مجبور بود نفر اینا رو پرتو میداد یا مشکستون، بالاخره فرسوده میشد دیگه، استفاده نمیشد. مشکل هم بود که نفر از اینجا برداره به بیرون از کشور ببره، چون اینا نازکه، بسیار ظریفه، شکننده، اینا مشکنه. باز لطف الله شد که ما هم اومدیم به داخل همی کار و دستگاه آوردیم و تونستیم یک کمک بالاخره برای کشورم باشیم، چون که همین LCD که ما جور میکنیم این اگه اینج جور نشه نفر مجبورتن باید از بیرون از کشور بیاره و همین پول هزینه میشه به بیرون، و باز هم همین یک کمک هم برای ما که الله لطف کرده و یک روزی ما پیدا میکنیم و هم برای هموطنا خوبه و هم برای کشور خوبه انشالله. کفیسی وسط چون که بر اثر رطوبت خراب شده بود، ما مجبوریم این کفیسی رو عوض کنیم و این پاک کردیم، آماده کردیم و حالا که انشالله رحمان چون که چسبای گذشته که داره باید با مواد که هست استون با او پاک میشه، که چون مدارهای رز داره، این مدارها اگه به جون همدیگر اتصال بکنه باز هم او اتصالی به وجود میاد و دوباره میسوزه. او چسبار پاک کردیم با مواد، فلات را آماده کردیم با چسب به خصوصی که داره، او چسب زدیم آماده کردیم و حالا اگه آماده ای که بره زیر دستگاه با او حرارت و فشاری که داره او چسب بچسبه و او چسب بین دو تا مدار که قرار میگیره آهن به وجود میه، یعنی اینا به جون همدیگر آهن میشه که محکم میشه و باعث میشه که تصویر پس دوباره آزاد بشه و صفحه انشالله جور بشه. مجموع کار ما سیستمی داره که هر تلویزیونی که جدید به بازار بیایه ما کوشش میکنیم ترمیم کنیم و به تعمیرگاه میایه، چون که عوارض کنه اول به تعمیرگاه داخل کشور میایه و ما هم کوشش ما همینه که نوآوری داشته باشیم و خودخور وقت بدیم به این ساختار جدید تلویزیون، چون هر روز یک نسل جدید میایه، یک سیستم جدیدی به او اضافه میشه. ما هم انشالله رحمان کوشش ما همینه که پله به پله جلو بریم و به سر جاخ استاده نشیم. هر تلویزیونی که انشالله جدید بیایه کوشش و توان خور میگذاریم که جور بشه و بالاخره گفتم هم یک گوشه خوردی از اقتصاد کشور بگیره و ما هم بتونیم یک روزی بیریم. گذشته به حساب ساختاری نسبت به LCD ها یا LED هایی که جدید آمده محکم‌تر بود، با دوام‌تر بود. خب مگم باز به حساب از این بدی ها خورم داشت، وزنی و زیاد بود، تدست پاگیر بود و چون که اونا شیشه بود به چشما هم ضرر میرسند، با کیفیت بالای نداشت مثل از اینا دیگه. او تلویزیون های گذشته هم خوبی ها خوردشت، به همون وقت این تلویزیون های جدید هم خوبی ها خورد داره به عصر امروز دیگه، چون او تلویزیون به عصر امروز استفاده نمیشه، چون که امروز دنیای مدرنه و هر روز نوآوریه. او تلویزیون گذشته برای هم گذشته بوده و LCD ها انشالله و LED ها برای نسل امروزی. این صفحه منیتور خود از این دستگاهه که در کل همه ویژگی ها به این جیه که به این با لمس دست کار میکنه و به طور اوتوماتیک کار میکنه. اینجا دو بخش داره، یک بخش کلاس، یک بخش PCB. فشارها و حرارت فرق میکنه. یک بس خود شیشه
که خواسته باشین شما بچسبونین که داخل منیتور میبینین مدارار که امو به حساب ایسیر ما بالای از میچسبونیم. خود شیشه با حرارت کمتر میچسبه که کلاسه که 240 درجه حرارت میخوره با فشار که باز موجب میشه گفتم امو چسبه که هست او هر دو مدار ایسیر و مدار شیشه با هم آهن میکنه که اینا با همدیگر ارتباط برقرار میکنه که تصویر آزاد میشه و همو پیکسل ها به حساب آزاد میشه. در این قسمت میبینین که ما این مدارا خود LCD و AC هم روی قرار دادیم و او با دستگاه بچسبوندیم و مدارا روی همدیگر قرار گرفته و این به داخل این منیتور دیده میشه. این قسمت که تمام شه انشالله باز میاییم به قسمت خود بردادرسه که او باز این به توسط این کامره بعدی و این منیتور خورد دیده میشه که به حساب این بردادرسه که به حساب ولتر میده و به حساب همو تصویر میده و رنگ همه چیز به عهده همی کفیسیه که سیم سیگنال به حساب بزی وصل میشه. ایسی ما به بالای از این کف ایسی باز به توسط از این منیتور و از این کامره چسبونده میشه مدارا روی هم قرار میگیره و باز هم به توسط همی دستگاه PCB میکنیم که فشار زیادتر وارد میکنه 260 درجه فشار وارد میکنه و او باز هم همون چسب و همون مدار اینا آهن میشه و باز هم همون مدارا به جان همدیگر میچسبه که باعث میشه تصویر انشالله آزاد بشه و صفحه جور بشه. در مجموع فقط برای همین کار ساخته شده که همو ایسیر به جون خود شیشه و به جون بردادرس بچسبونه. مهم نیه که او LCD چند اینچ باشه، اینچی و مهم نیه که کلون خورد باشه، فقط وظیفه از این دستگاه امینه که همو کف ایسیر به جون شیشه و به جون همین بردادرس میچسبونه که تصویر آزاد بشه. صد درصد چون که این مدارا بسیار ریزه و این خیلی زوم شده، خصوصا این مدارهایی که به داخل شیشه ما و شما دیدیم به داخل منیتور بالا، این مدارا بسیار ریزه و به چشم قابل دید حتی نیه. اینا به چشم قابل دید نیه و اگر می دوربین ها نباشه این مدارا دیده نمیشه و با دست امکان چسبوندن اینا اصلا وجود نداره. در اصل فروشنده بودم و زیاد به مشکل همین صفحه خورده بودیم، خط می آورد یا کفایسی که می سخت مشکل بود برای ما. یک دونه دستگاه گفتم به ایراد بود، ما دستگاه دوم شدیم. باز همین تلویزیون ها که من می بردم به اونجوگا سر از اون نفرم بسیار شلوغ بود چون یک دستگاه بود، کار ما خوب پیش نمی رفت اونجوگا. در اصل اگه بگم من شاگردی هم همونجوگا کردم، یک شیش ماه همونجوگا بودم و شاگردی کردم به پیش محمد رسولی. او هم یکی از کاسبکارهای خوب بود و خوب صحیح به می دستگاه می فهمید و یک شیش ماه به پیش از او کار کردم و به خاطر از اینکه دیدم هم کارا خود ما زیاده و هم گنجایش از این داره که یک دستگاه دیگه باشه به داخل شهر که مردم به حساب ضرورت هم خودش ضرورت داشتن که باشه یک دستگاه، خصوصا تعمیرکارا به مشکل خورده بودن و باز ما من به انگیزه ای شد که دستگاه بیاریم انشالله و انشالله و رحمان هم اینجا دیگه مصروفیم و کارم پیش میره انشالله. با کمبود بعضی چیزهای مواجه هستیم چون که دسترسی نداریم به کشورهای دیگه. تستر پنل دارن به حساب، چون این LCD ما اینجوری LCD میگیم، این در اصل پنل میگن. به دیگه کشورها تستر دارن و این پنل رو با تستر تست میکنن. ما چون اینجوری کمبود تجهیزات داریم مجبوریم با همو چیزی که در دسترس هست کار خوربه چلونیم و انشالله کار پیش ببریم. ما یک تخت سیستم خود LCD داریم که از روی LCD وا شده و به حساب
امتحان یا به حساب از اینکه بفهمیم امی LCD ما جور هست یا نیه، چون که تا بسته‌بندی کنیم با برق بزنیم زمان زیادی میبره و اگر جور نشده باشه پس دوباره باید دور باز کنیم. به مو خاطر ما یک تخت LCD آوردیم اینجا گذاشتیم و نور از زیر برای آماده ساختیم و خودی امی تخت خود پنل رو چک میکنیم، چنانچه دیدیم این آماده درست شده، کدام مشکل نداره، بعد انتقال میدیم به داخل کواری و بسته‌بندی. باعث میشه تصویر دیده شه، اگر این نور نباشه که تصویر دیده نمیشه دیگه، این پنل تصویر نداره، خود همین تصویر اگر این نور نباشه تصویر برو پنل دیده نمیشه. و این بحث همو به حساب عامیانه تر اگه بگم، هیراتی تر بگم، این همو لیتاییه که از تلویزیون ها میسوزه و بعضی از مردم میگن که تلویزیون ما صدا داره و تصویر نداره. اکثری از همی گروپ ها یا همو لیتای پشت میسوزه که باعث میشه این سیاه باشه و تصویر نداشته باشه صدا داشته. بیشتر تلویزیون ها امروز که اومده سیستم های اندروید و مشکل نرم افزاری برمیخورن، یا به اینترنت وصل میکنن یا فلش ویروسی میزنن که اون موقع که تلویزیون هنگ میکنه و رو لوگو خو میمونه، اون موقع که نیاز به نرم افزار داره و نیاز به یک کاسبه که بتونه او را اپدیت کنه از طریق فلش یا از طریق ISP که کار تخصصیه که فکر کنم توضیح برای هر کسی سخت باشه یا قابل فهم نباشه. خب به هر حال پروگرامر که میبینین RT809 و ICI هم که مورد نیازه، تلویزیون سامسونگ ICI ناند داره که مشکل برمیخوره و تلویزیون 4K اینا که از هارد داره که اون از طریق ISP که کابل لیم میشه و از طریق فلش برنامه میشه. LCD انشاءالله تموم شده و قابل استفاده است. این همیتی که شما مشاهده کردین که عبدالله جان کریمی وابسته کردن، لایتای رو نو کردن، در زمینه از اینکه یه چقدر هزینه خورده بر نفر، همیتی که عبدالله جان فرمودن ما در حدود 300 تا 400 و بعضی تلویزیون هایی که سامسونگ اصلی باشه یا LG اصلی باشه، چون که زحمت بیشتر داره و زمان بیشتر میبره تا ترمیم بشه، لیتایو 500 افغانی اجرت میگیریم.